سلام بچه‌ها، مرتضی هستم و خوش اومدید به کانال انگلیسی‌ای. توی این ویدیو قرار هستش که روز هشتم از یادگیری 500 قالب مهم برای مکالمات روزمره رو داشته باشیم. تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید دوستان و ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت هم بذارید. خب دوستان، ما هر جمله رو در واقع کلمات مهمش رو به رنگ قرمز رنگ مشخص کردیم و کافی هستش که شما این جملات و عبارات و اصطلاحات رو با صدای بلند بعد از من تکرار بکنید. تا علاوه بر اینکه تلفظ کلمات در واقع رو یاد بگیرید، قالب جملات رو هم در واقع تو ذهنتون بشینه و بتونید در جایگاه خودش ازش استفاده بکنید. اگر دوست داشتید میتونید این جملات رو یادداشت هم در واقع یادداشت بکنید که در کانتکس های مختلف در محیط مناسب خودش ازش بتونید استفاده کنید. خب بریم که شروع کنیم. اولین جمله I am sorry to interrupt you. یه موقع هست دوستان، در واقع دو نفر دارن حرف میزنن، به عبارتی یک نفر داره حرف میزنه، یک نفر داره گوش میده و یک لحظه میپره وسط حرفش، میگه که ببخشید یک لحظه میتونم حرفتون رو قطع کنم. این جمله میتونیم استفاده بکنیم. I'm sorry یعنی عذرخواهی میکنم to interrupt you که میپرم وسط حرفت یا صدات یا حرف شما رو قطع میکنم. پس interrupt یعنی چی؟ یعنی وقفه ایجاد کردن، یعنی قطع کردن در واقع یک صحبت معنی میده. I'm sorry to interrupt you یعنی عذرخواهی میکنم که حرف شما رو قطع میکنم. بعدی allow me. allow به معنای اجازه دادن میشه. allow me یعنی به من اجازه بده. allow یعنی در واقع permission، اجازه. allow me به من اجازه بده. بعدی will you go there or shall I؟ یعنی که اونجا میری یا من برم. shall I یعنی که در واقع آیا من، به عبارتی منظورش اینه که آیا من برم. پس there یعنی چی؟ یعنی آنجا. will you go there یعنی شما به آنجا میروی یا خواهی رفت، یا من یعنی منظورش اینه که یا من برم. shall I. بعدی I made it. گفتم بهتون که فعل made گذشته فعل در واقع make هست دوستان، یعنی درست کردن، ایجاد کردن، ساختن. I made it یعنی من درستش کردم، گذشته فعل make هست. How can I go to the city یعنی چطور میتونم برم. How can I go چطور میتونم برم. Asking for direction یه موقع هست که شما میخوای آدرس جایی رو بپرسی، میتونی از How can I استفاده کنی. How can I go یعنی چطور میتونم برم. How can I go to the city به شهر، چجور میتونم در واقع به شهر برم. How can I go to the city. بعدی Do me a favor. favor یعنی لطف یا موهبت. میگه که یه لطفی به من بکن یا یه کمکی به من بکن. Do me a favor یعنی یه لطف من میکنی. Do me a favor. بعدی I like fairly hot tea. fairly دوستان به معنای ratherly یعنی نسبتاً معنی میده. I like من دوست دارم، fairly نسبتاً، hot tea هم که میشه چای داغ. پس fairly به معنای نسبتاً معنی میده. بعدی Is everything alright یعنی آیا همه چی خوبه. alright یعنی خوب معنی میده. Is everything everything یعنی همه چیز. Is everything alright آیا همه چی خوبه. Can you turn the volume up دوستان، کلمه turn up یعنی بالا بردن صدا معنی میده. turn up for example turn the volume up و volume به معنی حجم صدا میشه، پس میتونی صدا رو زیاد کنی. Can you turn the volume up. بعدی What do you think یعنی نظرت چیه. How do you feel about or what do you think about. What do you think یعنی نظرت چیه. What did you succeed in کلمه succeed یعنی موفق شدن و در واقع به عنوان فعل اینجا استفاده شده. What did you succeed in یعنی در چه کاری موفق شدی. What did you succeed in. بعدی Where are you going یعنی کجا داری میری. Where are you going کجا داری میری.
بعدی دوستان I don't need you یعنی به تو نیازی ندارم. کلمه need یعنی نیاز داشتن، جز افعال state یا حالتی حساب میشه، یعنی در واقع هیچ موقع نمیتونه به صورت ing دار بیاد دوستان و معنی نیاز داشتن معنی میده. I don't need you یعنی به تو نیازی ندارم. بعدی Your name is on the list یعنی نام شما در لیست هست. Your name is on the list. Happy birthday یعنی تولدت مبارک. Happy یعنی آرزوی خوشحالی کردن. Happy birthday یعنی تولدت مبارک. Not the least. The least دوستان به معنای کمترین میشه و متضادش میشه the most یعنی بیشترین. پس the least یعنی کمترین و the most یعنی بیشترین. Not the least یعنی نه کمترین. What is going on یعنی چه خبره. What's going on. What is going on یعنی چه خبره. بعدی The advantages of this are many. Advantages به معنای مزایا یا امتیازات. میگه امتیازات این زیاده. به عبارت مزایای این بسیار است. Advantages یعنی مزایا. بعدی I am sorry یعنی متاسفم. I'm sorry. A lovely day یعنی یک روز عاشقانه هستش. Isn't it؟ خب دوستان isn't it یک تگ هستش، بهش میگن تگ در واقع question. تگ question ها که با isn't it میان معمولا به معنای اینطور نیست یا مگه نه ترجمه میشن توی فارسی و برای این استفاده میشن که شما میخوای باب صحبت رو با یک نفر باز بکنی و تاییدش رو بگیری در مواردی. A lovely day, isn't it? میگه که یک روز فوق‌العاده است، عاشقانه است، دوست داشتنیه. اینطور نیست، isn't it؟ یعنی اینطور نیست. Let us see where he stands. یا let us دوستان مخففش میشه let's. یعنی در واقع مخفف let us میشه let's. Let's see یعنی بیا ببینیم. Where he stands که او کجا ایستاده. Stand یعنی ایستادن. بعدی where is your office یعنی دفتر کارت کجاست. office به معنای دفتر کار. where is your office یعنی دفترت کجاست. بعدی you're driving too fast. تو جمله رو منفی میکنه مفهومشو، یعنی بیش از اندازه سری. too fast یعنی خیلی سری. میگه تو در واقع خیلی سری داری رانندگی میکنی. you're driving too fast. بعدی have a good weekend آخر هفته خوبی داشته باشی. گفتیم weekend یعنی آخر هفته و have a good weekend یعنی آخر هفته خوبی داشته باشی. بعدی I said many things to him یعنی چیزهای زیادی بهش گفتم. many things یعنی چیزهای زیاد. to him یعنی به او. I said. said گذشته فعل say هست یعنی گفتن. Stop crying یعنی دست از گریه بردار یا گریه نکن. crying یعنی گریه. stop متوقف کردن. بعد از فعل stop فعل به صورت ing دار میاد دوستان. stop crying یعنی دست از گریه بردار. بعدی when is the train leaving یعنی قطار چه زمانی حرکت میکنه. when is the train leaving قطار چه زمانی حرکت میکنه. leave یعنی ترک کردن یا حرکت کردن. when is the train leaving قطار چه زمانی حرکت میکنه. بعدی it's on the tip of my tongue. tip of my tongue یعنی نوک زبونمه. به عبارتی وقتی شما میخوای یک بار چیزی رو جمله‌ای رو بگی و یادت نمیاد و سر زبونت هستش، میگی که it's on the tip of my tongue یعنی نوک زبونمه. It's on the tip یعنی سر یا نوک of my tongue یعنی زبانم. میگه سر زبونمه. I don't like tall talks. دوستان tall talks اصطلاح هست به معنای لاف زدن معنی میده.
میگه که لاف زدن رو دوست ندارم. I don't like دوست ندارم tall talks. لاف زدن رو دوست ندارم. خالی بستن یا زیاده گویی رو دوست ندارم. بعدی I have completed my homework. Homework یعنی تکالیف. I have completed یعنی کامل کردم my homework تکالیفم رو. بعدی Are you coming with me یعنی با من میای. Are you coming with me یعنی با من. I'm on a diet. On a diet یعنی رژیم. I'm on a diet یعنی من رژیم دارم. I'm on a diet. He tells a lie. Tell a lie یعنی دروغ گفتن. او دروغ میگه. He tells a lie یعنی او دروغ میگوید. Who is your class teacher? معلم کلاس شما کیست؟ Who is یعنی چه کسی هست؟ Your class teacher معلم کلاس شما. By God's grace یعنی به لطف خدا. Grace یعنی لطف خدا. By God's grace یعنی به لطف خدا. بعدی Let's do it. گفتیم let's مخفف let us هست. Let's do it یعنی بیا انجامش بدیم. You will not be able to deal with him. Deal with him. دوستان able to یعنی قادر بودن. You won't be able to یعنی قادر نخواهی بود. Deal with یعنی بپردازی به یا در واقع کنار بیای با. With him یعنی با او. به عبارتی شما نمیتونید با او کنار بیاد. پس deal with یعنی کنار آمدن، پرداختن به چیزی. بعدی He will not refrain from speaking. He will not. Will not دوستان مخففش میشه won't. یاد اون باشه که مخفف یا contractionه. Will not میشه won't. میگه he won't یا he will not refrain یعنی خودداری کردن. He will not refrain from speaking یعنی او از صحبت کردن خودداری نخواهد کرد. Refrain یعنی خودداری کردن. Do as I say یعنی آنچه میگم رو انجام بده. Do as آنچه که I say من میگم. Do انجام بده آنچه که من بهت میگم. Do as I say. What is your job؟ شغلت چیه؟ Job به معنای شغل میشه. What is your job؟ یعنی کارت چیه؟ شغلت چیه؟ My mind is reeling. یعنی چی؟ یعنی ذهنم پریشونه، داره میچرخه. اصطلاحاً یعنی درگیره. My mind یعنی ذهن. My mind is reeling یعنی ذهنم پریشونه. Did you get my point؟ یعنی آیا منظور من رو متوجه شدی؟ Did you get؟ Get یعنی understand، فهمیدن. My point یعنی منظورم رو. Did you get my point؟ آیا منظورم رو متوجه شدی؟ Where do you live؟ یعنی کجا زندگی میکنی؟ Where do you live؟ I have a lot to talk about یعنی حرفای زیادی برای گفتن دارم. I have دارم a lot زیاد to talk about یعنی صحبت در موردش. Let's celebrate. دوستان کلمه celebrate یعنی جشن. Let's celebrate یعنی جشن بگیریم. به عبارتی بیاین جشن بگیریم. Let's celebrate بیاین با هم جشن بگیریم. بعدی How's it going؟ اوضاع احوال. سلام و احوال پرسی خودمونی دوستان به این صورت انجام میشه. How's it going؟ یعنی اوضاع احوال یا حال چطوره. How have you been؟ یکی دیگه از جملات که برای احوال پرسی استفاده میشه همینه. How have you been؟ حال چطوره. بعدی How's your family؟ خانواده چطورن؟ How's your family؟ که در جواب این باید از they استفاده بکنیم دوستان. مثلا بگیم که they're fine یعنی اونا حالشون خوبه. چرا از they استفاده بکنیم؟ به خاطر اینکه کلمه family اسم جمع هست دوستان.
واتساپ چه خبر؟ یکی دیگه از جملاتی که برای سلام و احوالپرسی خودمونی استفاده میشه واتساپ هست، یعنی چه خبر. و آخری What's new یا What's coming up یا What news چه خبر. What's new یعنی خبر جدید چیه، به عبارتی چه خبر. خب دوستان، به این ترتیب رسیدیم به پایان این درس. ممنون میشم که ویدیو رو لایک بزنید و برای اون کامنت هم بذارید، و اگر دوست داشتین برای آشنایان و در واقع دوستان هم به اشتراک بذارید. موفق و معید باشید.